قسمت بعدی در واقع بخش 8 فصل 5 که اختصاص داره به تحلیل ارتعاشات آزاد میله ها با استفاده از روش علوان محدود. خب میدونیم که لازمه یک سیستم ارتعاشی در واقع جرم و الاستیسیته هست و در تحلیل علوان محدود خب الاستیسیته خب همون محاسبه ماتریس سفتی که اتفاق افتاده رو ما خواهیم داشت و بایستی علاوه بر این ماتریس سفتی المان ماتریس جرم المان رو هم محاسبه کنیم تا بتونیم تحلیل ارتعاشی رو برای یک میله در واقع ما با استفاده از روش المان محدود انجام بدیم. برای محاسبه ماتریس جرم هم در المان محدود برای میله ها در حالت کلی دو تقریب وجود داره که تقریب اول به اسم در واقع روش تغییرات در متمرکز کردن جرم هست VML که اینجا مشاهده میکنید و خب انرژی جنبشی المان رو باید بنویسیم که اینجا مشاهده میکنید TE انرژی جنبشی المان هست برامش با یک دوم انتگرال سفتا ال رو دانسیته ای سطح مقطع یو هت کاما تی به نمای دو دی ایکس هت که این یو هت کاما تی همون سرعت هست، حالا یو جا به جایی کاما تی مشتق نسبت به زمان که در واقع سرعت خواهد شد که حالا اینجا شما مشاهده میکنید که در واقع انرژی جنبشی تو معادله 93 به دست اومده و در واقع اینجا الان معادله 93 رو به صورت معادله 94 بازنویسی کردیم، نوشتیم TE برابر با یک دوم انتگرال سفتا ال رو آ یو هات کاما تی ترانسپوز یو هات کاما تی دی ایکس هات که این رو قبلا برای تحلیل در واقع استاتیکی میله هم در واقع ما انجام داده بودیم. بدون اینکه کلیت در واقع روابط ما خدشه بهش وارد بشه میتونیم معادله 93 رو به صورت معادله 94 بازنویسی کنیم که حالا این ترانسپوز در واقع یو ات کاما تی ترانسپوز اینجا ترانهاده است که نشون داده شده و حالا میدان سرعت رو هم میشه مشابه با میدان در واقع تغییر مکان در طول المان اصطلاحا درون یابی کرد که اینجا مشاهده میکنید یو ات کاما تی ان 1 و ان 2 همون چیپ فانکشن هایی هستن که قبلا محاسبه کردیم که یو 1 کاما تی سرعت نقطه 1 و یو 2 کاما تی سرعت نقطه 2 هست که به این صورت به صورت معادله 95 این انتها به صورت فشرده در واقع نوشته شده. واضح هستش که اینجا شکل اون توابع شکل با هم دیگه برابره، یعنی n1 همون n1 هستش که قبلا به دست آوردیم 1 منهای x هت الوم، n2 هم مثل قبله یعنی x هت الوم هست و تفاوتی نخواهد داشت از این جهت که خب ما فقط داریم دو تا کمیت رو در واقع دو تا مقدار در نود 1 و نود 2 داریم، بین این مقادیر میخوام اینترپولیت بکنم. حالا اینکه مقادیر این کمیت چه چیزی هست خیلی اینجا برام تفاوتی نداره، اینه که جابجایی باشه یا سرعت باشه تفاوتی نخواهد داشت، اینه که معادله 95 مشابه با معادله که قبلا برای تغییر مکان نوشتیم اینجا نوشته شده که خب بعد از جایگذاری این معادله 95 در معادله 94 ما میتونیم معادله 96 رو به دست بیاریم که حالا این به فرم فشرده به این صورت نوشته میشه، مشابه بحثی که من توی در واقع تحلیل انرژی پتانسیل داشتم برای میله ها در واقع تحلیل میله ها با استفاده از روش انرژی پتانسیل. اینجا هم باید این نکته اشاره کنم که خب اونجا میگفتیم یو رو به صورت 1 کا ایکس 2 داریم مینویسیم انرژی پتانسیل رو، اینجا هم باید بگیم که انرژی جنبشی رو به صورت 1 ام وی 2 انگار داریم مینویسیم، یعنی 1 دی هت ترانسپوز دی هت کاما تی ترانسپوز دی هت کاما تی این انگار 1 ام وی 2. این چیزی که داخل انتگرال باقی میمونه در واقع ماتریس جرم هست که به صورت معادله 98 هم نوشته میشه که مشاهده میکنید ام هت میشه انتگرال سفتا ال رو ا ان ترانسپوز ان دی ایکس هت که در واقع حالا این میشه ماتریس جرم ما که البته جلوتر به یه فرمت دیگه هم میشه با استفاده از معادلات اویلر لاگرانج اینا رو محاسبه کرد که حالا در واقع مشاهده میکنید که اگر ما همین رو فعلا حالا این عبارت داخل انتگرال رو اگر به عنوان ماتریس جرم لحاظ کنیم معادله 98 رو داشته باشیم با جایگذاری در واقع ماتریس شیپ فانکشن ها میتونیم معادله 99 که در واقع ماتریس جرم هست رو به این صورت به دست بیاریم. خب
حالا اسمبل کردن اینجا توضیح داده شده که حالا اینجا ماتریس جرم که به دست اومده برای یک المان، سطح ستون اولش متناظر با سرعت در واقع نود یک هست و سطح ستون دوم متناظر با سرعت نود دو هست در واقع. حالا تو اسمبل کردن با همون در واقع روشی که قبلا برای محاسبه ماتریس سفتی اسمبل شده در واقع ما به کار می گرفتیم، اینجا هم برای محاسبه ماتریس جرم اسمبل شده هم همین کار رو باید انجام بدیم تا در واقع ماتریس جرم اسمبل شده محاسبه شه. فرایند شبیه هم دیگه است و تفاوتی در واقع نخواهد داشت. در تقریب دوم که به نام ماتریس جرم المان با استفاده از روش مستقیم در متمرکز کردن جرم ها هست، DML اصطلاحاً در مقابل VML که قبلا داشتیم، اینجا می‌بینید که در واقع تو این روش جرم المان رو به صورت کاملا مساوی بر روی گره ها قرار میدیم و اینجا مشاهده میکنید در نتیجه کل جرم المان واضح هستش که رو آل خواهد شد، رو زبتر وی در واقع جرم کل هست که وی رو صد آ در ال نوشتیم، یک دوم جرم رو همطور که میدید رو آل تقسیم بر دو، یک دوم جرم رو برای نود یک و یک دوم رو برای نود دو در نظر گرفتیم. مثل اینکه کل جرم رو دو قسمت کردیم، یک قسمت روی نود یک قرار دادیم، روی در واقع یک قسمت هم روی نود دو در واقع قرار دادیم که اینجا تو معادله 100 شما مشاهده میکنید. اینی که معادله 100 در واقع بر اساس روش DML هست و معادله 99 بر اساس روش VML اصطلاحاً هست که حالا با این ماتریس جرمی که حالا اینجا به دست اومده میتونیم تحلیل تا شده آزاد میلر رو با داشتن ماتریس سفتی که از قبل محاسبه کرده بودیم در واقع انجام بدیم. حالا علاوه بر این که حالا اینجا اشاره کردیم نحوه محاسبه ماتریس جرم به چه صورت هست، یه فرایند دیگه هم میشه طی کرد. حالا این رو توی تحلیل میله ها با استفاده از روش انرژی پتانسیل در ابتدا گفتیم. کافیه که شما این عبارت معادله 95 رو در معادله 94 جایگزین کنید و در واقع انتگرال ها محاسبه بشه و انرژی جنبشی معادله 94 در واقع به فرم اسکالری از در واقع U1 کاماتی و U2 کاماتی باشه اینجا و U رو هم که انرژی پتانسیل هست از قبل داشتیم، حالا تو معادلاتی که در واقع از قبل داشتیم، این انرژی جنبشی که اینجا از جایگذاری معادله 95 در 94 به دست میاد و یوی که از قبل در واقع محاسبه شده رو اگر جایگزین کنیم در معادلات در واقع اویل لاگرانج نامقید که اینجا مشاهده میکنید، میتونیم در واقع درایه های ماتریس سفتی و همینطور ماتریس جرم رو به دست بیاریم. یعنی حتی یه بار دیگه میتونیم درایه های ماتریس جرم و ماتریس سفتی رو اینجا محاسبه کنیم که حالا مشاهده میکنید که بعد از این کار میتونیم در واقع معادلات 104 رو یا به صورت ماتریسی معادله 105 یا فشرده شده به صورت معادله 106 در واقع محاسبه کنیم. اینی که اگر در محاسبه ماتریس جرم این نکاتی که اینجا تو این اسلاید گفته میشه تا معادله 98 و 95 99 به دست میاد، اگر میخواید اینا رو در واقع تو ذهنتون نیارید، بهتر هست که در واقع همین فرایندی که اینجا برای معادله اول لاگرانج در واقع طی شده رو شما طی کنید تا درایه‌های ماتریس جرم و سفتی رو محاسبه کنید. یعنی این درایه‌های ماتریس جرمی که اینجا مشاهده می‌کنید و درایه ماتریس کا همون چیزی هستن که قبلا محاسبه کردیم. ماتریس کا رو که قبلا به دست آورده بودیم درایه‌هاشو، ماتریس جرم هم حتما همین چیزی خواهد شد که شما تو معادله حالا 99 یا 100 در واقع مشاهده می‌کنید بر اساس اینکه کدوم یکی از این تقریب‌ها رو در نظر بگیرید. خب برای هر المان، برای تک المانی که حالا اینجا ما فعلا ماتریس جرم و سفتی رو پیدا کردیم، مشاهده میکنید که کیو هت 1 و کیو هت 2 رو ما داریم. اینا نیروهای داخلی هستند یعنی هر المان و چون تحلیل ما ارتعاش شده آزاد هست، وقتی اسمبلشون میکنید، چون عرض کردم اینا نیروهای داخلی هستند، وقتی اسمبلشون میکنید دیگه نیروهای سمت راست صفر خواهند شد مگر اون نیروهایی که در تکیگاه ها هستند. یعنی بعد از اعمال شرایط مرزی ما میرسیم به معادله 107 که شما اینجا در واقع مشاهده میکنید. این اسمبل کردن ماتریس جرم و سفتی هم که عرض کردم در واقع مثل قبل و تفاوتی نداره. پس این نکته حتما مد نظر قرار بدید که معادله 107 بعد از اسمبل کردن و اعمال شرایط مرزی هست. اگر اینا رو اسمبل کنیم ولی هنوز شرط مرزی رو اعمال نکرده باشیم، میتونه یه درایه های غیر صفر اینجا داشته باشیم که مربوط به ریاکشن های تکیگاهی است. اما بعد از حذف اون ریاکشن ها با توجه به نکاتی که قبلا اشاره کردیم، معادله 107 در واقع دست خواهد اومد. حالا برای اینکه معادله 107 رو ما حل کنیم،
در واقع مشابه چیزی که قبلا تو تله ارتعاشی شما داشتید، یورو به صورت ایکس ای به توان آی اومگا تی فرض میکنیم، یعنی به هارمونیک فرضش میکنیم پاسخ رو، چون میدونیم سیستم ارتعاشی از هارمونیکلی در واقع حرکت میکنه. بعد این معادله 108 رو در معادله 107 اگه جایگزین کنیم و با دونستن اینکه ای به توان آی بار اومگا تی غیر صفر هست، معادله 109 به دست خواهد اومد که معادله 109 هم حل بدیهیش اینه که این x صفر باشه، یعنی دامنه ی حرکت صفر باشه برای نودهای مختلف، که خب واضح است اگر x صفر باشه u صفره، اون حل بدیهیه و به درد ما تو تحلیل خیلی نمیخوره. اینه که بایستی حل غیر بدیهی رو در نظر بگیریم، یعنی دترمینان کایمن های اومگا تو m رو مساوی صفر قرار بدیم که این هم به ما در واقع فرکانس ها رو خواهد داد. و حالا بعد از جایگذاری اون فرکانس هایی که پیدا میکنیم توی این معادله 109 با استفاده از اون تکنیک هایی که شما در ریاضیات یاد گرفتید برای حل یک مسئله مقدار ویژه، میتونید مقادیر x رو محاسبه کنید که در واقع اینجا مقادیر x همون در واقع شکل متهای ما خواهند بود. این عبارت 109 که اینجا به دست اومده رو حالا عرض کردم، هم با تکنیک های مربوط به حل مقادیر ویژه، مسائل مقادیر ویژه میتونید حل کنید و پاسخ ها رو پیدا کنید، و هم میتونید در واقع عرض کنم که اگر نرم افزار مطلب بخواید استفاده کنید، خیلی ساده میتونید با داشتن کا و ام میتونید اومگا دو ها که مجذور فرکانس ها هستن به عنوان مقادیر ویژه، و ایکس ها در واقع دامنه ها، دامنه حرکت ارتعاشی نوت های مختلف رو به صورت شکل مد در واقع یا بردار ویژه در واقع محاسبه کنید. دقت داشته باشید که در واقع المان محدود ما داریم عرض کنم که یک سیستم پیوسته رو تبدیل میکنیم به یک سیستم گسسته دیگه، یعنی حالا بسته به اینکه سایز این ماتریس های کا و ام بعد از اعمال شرط مرزی چند باشه، میتونیم به همون تعداد فرکانس و شکل مد در واقع محاسبه کنیم. اینه که اگر میخوایم مدهای بالا رو به دست بیاریم، بایستی حتما تعداد گسسته سازی یا تعداد المان هایی که در نظر میگیریم خیلی بیشتر زیاد باشه. مثال 4 فصل 5 در واقع اختصاص داره به همین ارتعاش آزاد میله ها، که یک میله با شرایط مرزی دو انتها فیکست اینجا تو این شکل نشون داده شده و اینجا شما مشاهده میکنید، پارامترهای هندسی و فیزیکی رو مشاهده میکنید که ای ماجول یانگ، رو دانسیته، ای در واقع سطح مقطع میله و ال طولش اینجا داده شده، پارامترهای فیزیکی ای و رو و پارامترهای هندسی ای و ال داده شده. میخوایم با بکارگیری دو المان و سه المان فرکانس های ارتعاشی میله رو به دست بیاریم و با پاسخ دقیق در واقع که قبلا در فصل های گذشته فصل دوم در واقع محاسبه کردیم باش در واقع مقایسه کنیم، که این نکته هم حالا باید اشاره بشه. اینجا ما با تک المان اگر کل سیستم رو مدل کنیم برای ما فایده نداره، به درد نمیخوره، به دلیل اینکه یک المان ساده اگر اینجا در نظر بگیریم، خب یه نودش در انتهای سمت چپ قرار میگیره، یه نودش در انتهای سمت راست، پس در نتیجه هر دو نود در تکیگاه هستن و فایده‌ای برای ما نداره. اینی که حداقل تعداد المانی که باید بگیم تا حداقل بتونیم یه فرکانس رو پیدا کنیم همین دو المانی هستش که توی قسمت الفش اشاره شده، و بعد سه المان که حالا بتونیم دو تا نود رو در دو تا مد رو ما محاسبه کنیم. که خب در ابتدا برای شکل B مشاهده میکنید که به دو المان تقسیم شده، المان اول بین گره های 1 و 2 هست با طول L دوم، و المان دوم بین گره های 2 و 3 هست بازم با طول L دوم، که مشاهده میکنید در واقع برای این المان های 1 و 2 شکل B K1 و K2 ماتریس های سفتی به دست اومده، 2EA تقسیم بر L یا EA تقسیم بر L دوم، حالا درایای 1 و منهای 1 که اینجا مشاهده میکنید، که برای المان اول چون بین نوت های 1 و 2 هست سطح ستون را مشاهده میکنید به صورت U1 U2 اسم بزاری شده، یعنی سطح اول و ستون اول U1، سطح دوم و ستون دوم U2. المان دوم چون بین نوت های 2 و 3 هست مشاهده میکنید که U2 و U3 هست، یعنی سطح اول و ستون اول U2، سطح دوم و ستون دوم U3 هست که اینجا نشون داده شده. برای ماتریس جرم هم از تقریب دوم استفاده کردیم، از اون DML در واقع استفاده کردیم، و مشاهده میکنید که حالا به این صورت نوشته شده رو آل 4 رو 1 و 1، این برای هر المان هست که سطح ستوناش رو مشاهده میکنید، مثلا برای المان اول U1 مشتق دوم U1 که در واقع شتاب نقطه 1 هست،
و سطح ستون دوم هم مربوط به مشتق شتاب نقطه دو هست که اینجا نشون داده شده. برای المان دوم هم سطح ستون اولش مشتق دوم یا بهتر بگیم شتاب نقطه دو هست و سطح ستون دومش شتاب نقطه سه هست که اینجا در واقع نشون داده شده، که اسمبل کردنش معادلی 112، اسمبل شدهش معادلی 112 رو ما خواهد داد برای این قسمت، و معادلات دیفرانسیل حاکم هم به این صورتی که شما اینجا تو معادله 113 مشاهده میکنید نوشته شده و باید اینجا یه تصحیح انجام بشه. اینجا این صفر اول بایستی بشه مثلا F1 و صفر سومی هم باید بشه F3، همون یا R1 R3 ریاکشن نود 1 و ریاکشن نود 3 که ریاکشن های تکیگاهی هستن که اینجا در بایستی به درستی وارد میشد. و میبینید که با توجه به که نود 1 و 3 در تکیگاه قرار دارن، U1 و U3 همینطور U1 دبل دات و U3 دبل دات صفرن، پس در نتیجه سطح ستون اول ماتریس های K و M کل از بین میرن و فقط یک عبارت باقی میمونه که این مشاهده میکنید که این ضریب 2 که اینجا هست با رو آل تقسیم بر 4 که اینجا هست و این ضریب 2 و 2 تا ای آلوم که اینجا فقط باقی میمونه، که در نهایت مشاهده میکنه که معادله کلی به صورت معادله 115 به دست میاد که خب یه فرکانس رو به ما میده دیگه. این عبارت SHM هست، یه معادله SHM هست، سیمبل هارمونیک موشن هست و این 8 ای تقسیم بر رو L2 همون در واقع مجذور فرکانس هست که اینجا مشاهده میکنید که اومگا 1 محاسبه شده، رادیکال 8 ای تقسیم بر رو L2 که بعد از جایگذاری 1432 به دست میاد، که پاسخ دقیق رو اگر از جدول در واقع قبل به دست بیارید مقدارش 1590 خواهد شد، که اگر تقریب اول رو در نظر بگید 1754.1160 رادیان بر ثانیه محاسبه خواهد شد، که انگار نشون میده تقریب دوم از پایین به مقدار دقیق نزدیک میشه و تقریب اول از بالا به مقدار دقیق نزدیک خواهد شد. این نکته هم من باید اشاره کنم که در واقع حل دقیق از جدول 2-1 نوشته شده، یعنی درسته که اینجا در جدول 5-1 در واقع حل دقیق در این جدول ارائه شده، حل تحلیلی حل دقیق اینجا توی جدول 5-1 ارائه شده، اما خود این حل تحلیلی بر اساس نتایجی بود که در جدول 2-1 لیست شده بود قبلا، در واقع مقادیر عددیش اینجا توی جدول 5-1 ارائه شده. خب تو قسمت دوم در واقع قسمت B میلر رو با ست المان در واقع مدل میکنیم و اینجا مشاهده میکنید که در قسمت جیم در واقع شکل جیم، حالا قسمت B ولی شکل مربوطه به شکل جیم هست، که میله با شرط مرزی دو سرگیردار با ست المان مدل شده، المان 1 بین گره های 1 و 2، المان 2 بین گره های 2 و 3 و المان 3 بین گره های 3 و 4 هست که طولشون L3 هست و مشاهده میکنید و در واقع اینجا میبینید که میله رو با 3 تا المان با طول برابر در واقع تقسیم میکنید و ماتریس های سفتی و جرم بر اساس تقریب دوم در واقع نوشته میشه. ماتریس سفتی که خب رابطش مشخصه، اما ماتریس جرم رو اینجا بر اساس تقریب دوم نوشتیم توی تحلیلمون، که اینجا مشاهده میکنید حالا در واقع ماتریس کای المان های 1 2 3 هست که سطح ستوناش اینجا مشخصه که به چه صورت شماره گذاری شده، و عرض کنم که اینجا هم در واقع شما ماتریس جرم رو مشاهده میکنید. البته باید بگم که اینجا باز عرض کردم دیگه بر اساس تقریب دوم نوشته شده و معادلات اسمبل شده و ماتریس کا و ماتریس جرم اسمبل شده و معادله دیفرانسیل حاکم بر ارتعاش شده محوری میله با تقسیم اون میله دو انتها گیردار به سه المان میتونیم معادله 120 رو بنویسیم، که حالا مشابه قبل این صفر درای اول باید R1 باشه و صفر درای آخر هم باید R4 باشه که نماینده اون ریاکشن های تکیگاهی هستش که در نودهای 1 و 4 در واقع وجود دارن. واضح هستش که نود 1 و نود 4 چون به تکیگاه وصل هستن مشابه حالت قبلی وایسی سطح ستون اول و سطح ستون آخر سطح ستون 4 رو از معادلات حذف کنیم، که خب در نهایت می‌رسیم به این معادله 122 یا 123 که اینجا شما مشاهده می‌کنید، که خب واضح هستش که در واقع معادله مشخصه ما دترمینان کایمن های اومگا 2 ام رو بسی برابر با صفر قرار بدیم میشه معادله مشخصه که تو معادله 124 شما مشاهده می‌کنید، و که حلش با حلش ما میتونیم دو تا فرکانس اومگا 1 و اومگا 2 رو پیدا بکنیم، که مشاهده می‌کنید اینجا اومگا 1 مقدار در واقع 1519 خواهد شد و اومگا 2 2631
و در واقع پاسخ تحلیلی، پاسخ دقیق هم با استفاده از همون نالا جدول 5-1 یا بهتر بگیم جدول 2-1 در واقع پاسخ تحلیلی برای فرکانس دوم میشه در واقع 3181 که حالا با هم دیگه مقایسه میشن اینجا. بر اساس تقریب اول هم میبینید که فرکانس ها با ست المان در واقع تقریب اول برای محاسبه ماتریس جرم در واقع عرض میکنم اومگا 1 انقدر به دست اومده و اومگا 2 هم که اینجا شما مشاهده میکنید. تو این جدول حالا برای تقریب اول و تقریب دوم با 2 المان، 4 المان، 6 المان و 8 المان پاسخ ها به دست اومده با پاسخ دقیق در واقع مقایسه شده که شما مشاهده میکنید و اون حرفی که زدیم اینجا در واقع تو این جدول هم مشاهده میشه تقریبا که تقریب اول از بالا به حل دقیق نزدیک میشه و تقریب دوم از پایین. که حالا برنامه هایی که مربوط به این قسمت هست برای ارتعاشات آزاد میله ها هست، ارتعاشات محوری میله هست توی پیوست 18 در اختیار شما قرار گرفته. در این قسمت المان های مرتبه بالای میله در واقع بررسی شدن به عنوان آخرین بخش در واقع این جلسه. خب المان میله که تا الان بررسی کردیم المان ساده میله بوده، یعنی نوت‌های ضروری ابتدا انتها رو فقط داشته، اما علاوه بر در واقع نوت‌های ابتدا و انتها میتونیم نوت‌های میانی، گره‌های میانی هم در واقع داشته باشیم که حالا اینجا قصد اینه که ماتریس کای یک المان مرتبه بالای میله رو ما محاسبه کنیم. طبق رابطه‌ای که قبلا محاسبه کرده بودیم در واقع ماتریس کار رو اینجا تو رابطه 125 شما مشاهده میکنید که این ماتریس کایی که اینجا تو رابطه 125 داده شده به عبارتی از معادله 56 همین فصل در واقع به دست اومده. معادله 56 رو اگر نگاه کنید اون عبارت سمت راست معادله 56 که داخل پرانتز نوشته شده که در واقع قبلا هم اشاره کردیم که همون ماتریس کا هست، این ماتریس کا در واقع میتونیم بگیم که برای هر المان، چه یک بودی، چه دو بودی، چه المان های ساده، چه مرتبه بالا میتونه استفاده بشه. یعنی رابطه 125 انتگرال بی ترانسپوز دی بی دی وی که روی حجم در واقع داره انتگرال گرفته میشه در واقع ماتریس کای هستش که برای هر المان در واقع میگم چه ساده، چه مرتبه بالا، چه یک بودی، چه دو بودی میتونه در واقع ما استفاده بکنیم. این رابطه کلیه برای ماتریس کا هست که این بی و دی در واقع بی ماتریس گرادیان هست که ارتباط دهنده بردار درجات آزادی به کرنش ها هست و ماتریس دی هم ماتریس ساختاری هست که به جنس وابسته است اصطلاحاً و ارتباط دهنده کرنش ها به تنش ها هست. ما اگر ماتریس بی و دی رو از این دو رابطه 126 داشته باشیم میتونیم جایگزین کنیم در رابطه 125 تا ماتریس کا در واقع محاسبه بشه. حالا اینجا پس ما میدونیم که ماتریس کا میتونه از این رابطه 125 به دست بیاد، ولی بایستی ماتریس بی و ماتریس دی رو از قبل داشته باشیم که بتونیم جایگزین کنیم تا ماتریس کا رو به دست بیاریم. حالا اگر یک المان بالای المان میله مرتبه بالا داشته باشیم شبیه این چیزی که شما توی شکل 21 در واقع مشاهده میکنید، یک المان شامل n تا گره هست، یک المان شامل n تا گره، گره یک سمت چپ به همین ترتیب گره 2 3 تا گره n که اینجا شما مشاهده میکنید، این یک المان میله مرتبه بالا هست در واقع که اینجا شما میبینید. اگر به اون شیوهی که قبلا اون شیپ فانکشن ها رو n1 و n2 رو حالا اونجا و اینجا n1 تا nn رو اگه بخوایم محاسبه کنیم شما باید یک چند جمله‌ای بنویسید، مثلا u بشه a1 به علاوه a2x به علاوه a3x 2 به علاوه تا anx به نمای nn های 1 دقیق میکنید، باید همچین چیزی رو بنویسید، یعنی u رو به صورتی که عرض کردم بنویسید، بعد نقاط گرهی رو تو این رابطه جایگزین کنید، یعنی بگید یو در نقطه 0 هست مثلا U1، یو در نقطه 2 که L تقسیم بر مثلا حالا عرض کنم خدمت شما که n-1 میشه طول هر فاصله بین هر گره L تقسیم بر n-1 دیگه، اگر گره ها رو منظم در واقع در نظر بگیریم که معمولا اینجوری هست، اون موقع باید بگیم که یو مثلا در نقطه 2 که عرض کردم L تقسیم بر n-1 هست میشه U2، U در نقطه 3 میشه U3 و همین سال U در نقطه N میشه UN که N تا معادله است برای N تا مجهول A1 تا AN در واقع. این فرایند وقتی تعداد نوت ها زیاد بشه بسیار طاقت فرساست، بسیار در واقع وقت گیره، اینه که بهترین حالت این چیزی هست که اینجا در واقع داره تشریح میشه.
این چیزی که در واقع شما اینجا عرض کنم که مشاهده میکنید، یعنی از اون معادله دلار چیزی که من داشتم توی قسمت قبلی عرض میکردم، یو به این صورت نوشته میشه در واقع به صورت معادله 127، یعنی یو نوشته میشه N1 در U1 ولو N2 در U2 تا NN در UN، که این NI ها به سادگی به عنوان توابع درونیابی لاگرانجی که حتما قبلا تو بحث های مثل محاسبات عددی باش آشنا بودید به صورت معادله 128 نوشته میشه. یعنی NI که اینجا نوشته شده به این فرمتی هستش که اینجا شما مشاهده میکنید، صورت کسر مربوط به NI رو نگاه کنید، NI یعنی مال نود آیوم، مال گره آیوم، صورت کسر رو لطفا نگاه بفرمایید، x-x1 در x-x2 در x-x1 در x-x1. یعنی چی؟ یعنی x-x صورت کسر نداریم دیگه، تا جایی پیش میره که x-y-1 باشه و بعد x-y-1 خواهد شد دیگه، x-x ما اینجا نخواهیم داشت تا x-xn که اینا ضرب هستن، در دیگه ضرب میشن، مخرج کسر عین صورت کسر، فقط به جای x صورت کسر x-y رو جایگزین میکنیم، یعنی این n-n-i دیگه مال گره آیوم هست، در صورت کسر هر چیزی در واقع عبری به جای x ها ما x-i در واقع جایگزین میکنیم که این میشه تابع درونیاب لاگرانجی که حالا در واقع اینجا شما توی معادله 128 مشاهده میکنید که ویژگی های توابع شکلی که قبلا اشاره کردیم اینجا برقراره دیگه، یعنی Ni در نقطه xj اگر j خود i باشه مقدارش 1، اگر j و i مخالف هم دیگه شون مقدارش 0 خواهد شد، که فرم ماتریس هم شما اینجا مشاهده میکنید که اینجا به این صورت یو نوشته شده. این یو رو که داریم در واقع به سادگی میتونیم در واقع کرنش رو حساب کنیم، چون مثلا فرض کنید برای میله ها کرنش میشه دی یو به دی ایکس دیگه، اینجا به سادگی میشه در واقع ماتریس گرادیان رو حساب کرد که دی ان به دی ایکس همون بی هست، یعنی دی ان به دی ایکس منظور یک ماتریس سطری که درایاش دی ان 1 به دی ایکس، دی ان 2 به دی ایکس تا دی ان ان به دی ایکس در واقع خواهد شد. دی که حالا برای میله ها که ما اینجا سر کار داریم همون ایه و کافیه که اینجا جایگزین کنید تا در واقع ماتریس کا محاسبه بشه. که خب برای یک المان مرتبه دوم، یعنی المانی که شامل 3 تا گره هست، 2 گره انتهایی که اینجا مشاهده میکنید، 2 گره انتهایی و 1 گره میانی، به عنوان یک مثال اینجا مشاهده میکنید که یو نوشته شده به صورت n1u1 علاوه n2u2 علاوه n3u3 تابع درون یا به این صورت نوشته شده که این n1 n2 n3 از در واقع توابع از تابع درون یا به لاگرانژی معادله 128 به این فرمی که مشاهده میکنید در واقع نوشته شده، که بعد حالا ماتریس گرادیان اینجا حساب شده و در نهایت بعد از جایگزینی در معادله 125 معادله 134 که در واقع ماتریس کای یک المان سه گره‌ای هست در واقع اینجا محاسبه شده و شما مشاهده میکنید. خب اجازه بدید دیگه من ادامه بحث رو در جلسه آینده ادامه بدم و که اختصاص داره به المان تیر. تا جلسه آینده خدا نگهدار.